خدا را شاکرم که به واقعیتی پی بردم که در 60 سال عمرم به این واقعیت پی نبرده بودم. یه خانواده مذهبی شیعه بزرگ شدم. شیعه بودم، شیعه زاده بودم. خرافاتو بیرون ریختم. پیام دارم برای شیعه‌هایی که تعصب کورشون کرده. ما تا حال فکر میکردیم که اسلام نام محمد همینی که الان توی ایران موجوده. با خوندن قرآن موحد شدم. خواستم در مورد موجودیت ادعای امام زمان صحبت کنم که این ادعا مغایر با تعریف زمانی و مکان، چرا که هر چیزی در ظرف زمان و مکان شکل میگیره و ایشون امام همه زمان هاست و همه مکان ها، اما این ویژگی فقط مختص الله است که ناظر بر زمان و مکان است و لا غیر، اما این ویژگی رو به امام زمانشون نسبت میدن. امامی که هر اتفاقی بیفته ایشون یک حالت دارن و اون هم حالت انتعالی، جهان کافر بشه امام زمان کار نداره، همه مسلمان بشن ایشون فرقی نداره براشون، همه شیعه باشن اثری برای ایشون نداره و تحت هر شرایطی ایشون همون آقایی که بودن دستن. و در مورد غیب شدن و غیب بودنشون سوال من و بیان من در این مورد اینه که اگر الله متعال حامی یک نفر هست، که تنها چیزی که فرد نیاز نداره غیب شدنه، چرا که غیب شدن به نوعی تعبیر به فرار و پنهان شدن میشه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد که تا پای جان به خطر افتادن غیب نشدن، در طائف که پاهای حضرت خونین شد غیب نشدن، در زمانی که با شمشیرهای آخته به ایشون حمله شد غیب نشدن، وقتی حضرت ابراهیم در میان آتش بودن غیب نشدن، بلکه خداوند آتش رو برای ایشون گلستان کرد. اصحاب کهف که یک ارتش به دنبالشون بودن غیب نشدن و خدا نگهشون داشت و حفظشون کرد. حضرت موسی در کنار نیل، خداوند نیل رو براشون شکافت اما غیبشون نکرد. یه استناد عجیب رو هم من از شیعیان میبینم که میگن که اگر امام زمان نبود زمین مردم رو میبلید و اگه نمیبلعه واسه خاطر وجود ایشونه. اول اینکه این حرف رو از کجا آوردن؟ این منبعشون چیه؟ نهایتا من فکر کنم بتونم بگن که به سند خودشون. با این استدلال اگر از یک مسیحی بپرسیم اساس شما بر وجود وجود و زنده بودن مسیح چیه، بگه خب اگه حضرت مسیح نبود که زمین مردم رو میبلید و همین که نبلیده نشانه حضور مسیحه، چه جوابی میخواییم بهش بدید؟ اگه گاف پرسته برای توجیه کار خودش بگه که واسه خاطر این پرستش گاوه که زمین مردم رو قورت ندادید، چی میخواییم بهش بگید؟ درستی سخن اونها از نظر استدلالی به اندازه درستی سخن شماست. اگه قرار بود زمین مردم رو ببلعه، واسه فحاشی های شما شیعیان به ناموس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میبلید که مهدی شما ظاهرا سرزمدارشه. اگه قرار بود زمین مردم رو ببلعه، واسه خاطر توهی شما به یاران و صحابه رسول خدا میبلید که شما هر نوع فسق و فجوری رو بهشون نسبت داده اید. و این داستان مهدویت و حاشیه هاش تنها چیز واقعی که ما از کل این مجموعه میگیریم سهم امامه و تنها چیز واقعیش پولهایی که میگیرن، این تنها چیزیش که حقیقت داره. غیب بودن هم ناشی از فضیلت نیست، بلکه از ترس و کمبود و رذالته. پنهان شدن که طبیعتا از شجاعت نمیاد، طبیعی که ناشی از ترسه. مگه میشه فردی که حامی اون الله قرار کنه از دست بشر ضعیف ناتوان مخلوق؟ بچه هایی که ما باید میشن بیان اینجا بگن ما تازه شیعه علی شدیم. شما دلیل اینکه شیعه هستید چیه و اصلا شیعه کی هستید؟ آیت الله های میان میگن اگر شما بگید لا اله الا الله توجه بر علی اسلامه. تا بخوای از الله حرف بزنی میگن مگه تو وهابی شدی؟ مهم نیست که نامتان شیعه باشد یا سنی، مهم این است که موحد باشید.